توی این ویدیو میخوایم درباره آلمان صحبت بکنیم که شرایط اونجا به چه صورت پناهندگی بخواید بیاید، به چه صورت اگه بخواید دانشجو بشید چه جوریه، اگه بخواید سرمایه گذاری کنید شرکت ثبت بکنید به چه صورته. درباره کل اینا میخوایم صحبت کنیم. همراه خانم راحیل هستیم از آلمان. بریم ادامه ویدیو ببینیم. دوست گلم سلام، شایان هستم، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. همراه خانم راحیل هستیم از آلمان. میخوایم درباره اون کشور صحبت بکنیم که شرایطش به چه صورته. پس آخر ویدیو همراه من باشید. یه سلام میکنم خدمت خانم راحیل، باشون آشنا بشیم. بریم ادامه ویدیو. من سلام میدم خدمت بیننده هاتون و امروز قراره در مورد آلمان صحبت کنیم. راستی اینم بگم که خانم راحیل خودش هم یوتیوبر هستن درباره کشورهای مختلف و آلمان مخصوصا. لینکشون رو توی دیسکریپشن میذارم، برید اونجا کلیک کنید، برید تو صفحشون و سابسکرایب کنید، حمایت کنید که ویدیوهای بیشتری واسه شما تولید بشه. اولین چیزی که میخوام بپرسم، چون من چند تا ویدیو درباره مهاجرت قاچاقی به آلمان صحبت کردم، درباره این دوستانی که به صورت قاچاقی به آلمان میان، میتونی یه صحبتی بکنی؟ شرایطش به چه صورته؟ خوبه این راه؟ بعد چیکار کنم بهتره؟ من هم قبل از اینکه بخوام راجع به حالا مهاجرت از طریق پناهندگی هم به صورت غیر قانونی و هم به صورت قانونی صحبت کنیم، شاید بهتر باشه انواع مهاجرت رو یه توضیح کوتاه راجع بهش داشته باشیم که بعدش برسیم به اون مطلب. راه های مهاجرت به آلمان در حالت کلی اینطوریه که شما یا از طریق قانونی وارد آلمان میشید یا از طریق غیر قانونی. راه های قانونیشو که خیلی توضیح دادیم در موردش، حالا جاهای مختلف هم صحبت شده. امروز شاید بیشتر در مورد راه های غیر قانونی شما مد نظرتون باشه که صحبت کنیم. دقیقاً، چون خیلی بپرسه اینا رو. و اینکه خب آره، یکی از راههایی هم که وجود داره که میتونیم وارد آلمان بشیم راه غیر قانونیه که حالا پیشنهادش نمی‌کنیم به هیچ کس، ولی خب وجود داره. اگه شما بخواید پناهنده بشید، راه قانونیش اینه که شما از طریق ویزای شنگن وارد آلمان بشید و بعد از اون درخواست پناهندگی بدید که خب یه تایم مشخص داره، شما باید اون تایم پروسه طی کنید تا بتونید پناهندگیتون رو بگیرید. ولی شخصی که از ابتدای ورودش به آلمان میخواد پناهنده باشه، یه مسیر مشخص دیگر رو باید بره. اون هم اینه که خب حالا با رابط‌هایی که داره از هر طریق دیگه از هر کشور وارد آلمان میشه، شناسنامه‌اش رو تحویل میده، توی اون مراکزی که برای پناهنده در نظر گرفته شده خودش رو معرفی میکنه، ظرف مدت مشخصی که وارد خاک آلمان شد و خود اون مراکز این پروسه رو پیگیری میکنن. یعنی دیگه تقریبا کاری از سمت خودش باقی نمونه که بخواد انجام بده و پلیس بهش کمک میکنه حالا اون مراحل رو انجام بده و توی تمام اون تایم هم توی همون مراکز میتونه اسکان داشته باشه. شرایط این دوستانی که حالا به صورت پناهندگی میان آلمان به چه صورت؟ مثلا اگه متأهل باشن به چه صورت؟ اونجا درآمدی دارن؟ یه حقوقی بهشون میدن؟ کاری باید انجام بدن یا نه فقط وای میسن دولت حمایتشون بکنه، از دولت پول میگیرن خرج میکنن؟ به چه صورت؟ مثلا به محض ورودشون به همین کمپ ها یه سری امکانات براشون در نظر گرفته شد، یعنی امکانات اولیه زندگی مثل غذا، حالا لوازم بهداشتی که نیاز دارن، وسایلی که سرویس خواب، این چیزایی که نیاز دارن رو در اختیارشون قرار میدن و به صورت حالا یا روزانه یا به صورت هفتگی هست که بستگی به اون کمپ و اون شهری که هستن داره. و برای افراد مجرد و متأهل هم آره سویت های مختلفی در نظر گرفته شده که از همدیگه جدا هستن. برای افراد مجرد اتاق تا 8 نفر هم ممکنه باشه، یعنی تراکم تعداد جمعیتی که هستن بیشتره، ولی برای افراد متأهل هر اتاق رو برای یک خانواده در نظر میگیرن که باز هم شرایط توی شهرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. یعنی توی شهرهای بوده که چون تعداد پناهجوها زیاد بوده یک اتاق رو به دو تا خانواده اختصاص دادن، ولی خب حالا یک فضای اختصاصی براش در نظر گرفتن که مجزا می‌کرده اینا رو. اما در حالت کلی اتاق‌ها یا در بهترین حالت 4 نفره هستن که خیلی کم پیش میاد. من طی سالهای اخیر اصلا ندیدم همچین اتاقی وجود داشته باشه. 8 نفره هستن و تعداد بالاتر. همون چیزایی که گفتم، یه سری امکانات اولیه وجود داره، یک حقوق خیلی کم بسته به شهری که هستن بهشون تعلق میگیره که قطعا زیر 1000 تا هست، یعنی بیشتر از 1000 تا رو نداریم، تا 800 تا هست
که حالا با توجه به شهری که هستن باز هم متفاوت، شهرهای بزرگ مبلغ بیشتریه ولی در کنارش خب هزینه ها هم بیشتره. این شرایط رو دارن تا زمانی که پرونده پناهندگیشون توسط دادگاه تایید بشه و مراحلش رو طی کرده باشه و بعد از این مرحله میتونن نوع اقامتشون رو تغییر بدن، حالا به هر اقامت دیگه‌ای که شرایطش رو داشته باشن. اگر شخصی هست که توی زمینه کاری خاصی سابقه کاری داره و قبلا رشته تحصیلیش یه رشته خاص بوده و سابقه کاریش هم باش مطابقت داره، میتونه درخواست ویزای کاری بده، با کارفرما وارد مصاحبه بشه. اگر قراردادش رو گرفت اقامتش رو به کاری تغییر بده، اگر قرار تحصیل کنه به همین صورت، اگر قرار اوسپیدون بره به همین صورت. یعنی بعد از این هیچ محدودیتی وجود نداره که بخواد اقامتش رو به هر کدوم از روش‌هایی که برای افراد عادی وجود داره تغییر بده. یعنی طرف اگه اون تایمی که مثلا پناهندگی درخواست داده بلافاصله مثلا این شغلی پیدا کنه، میتونه تغییرش بده تو اون شغله یا نه؟ بلافاصله اون پروسه رو طی کرده باشه و از طرف دادگاه به عنوان یک پناهنده شناخته شده باشه، اون تایمی که معمولا 6 ماه در نظر میگیرن سپری شده باشه و اینجوریه که حالا بعدش که بخواد وارد بازار کار بشه به این سرعت نمیتونه، حالا باید درخواست بده، کارفرما اینو قبول کنه، خود این پروسه هم یه خورده طولانی، تا یک سال معمولا طول میکشه. من اینجوری فکر میکردم که مثلا میتونه اونو کنسل بکنه، بگه حالا من کی کار پیدا کردم ولش کنم برای دیگه. این پروسه رو باید طی کنه و یه کاری که میتونن انجام بده، یعنی کسایی که از قبل برنامه‌شون اینه که حالا نوع اقامتشون رو تغییر بدن، این آپشن براشون وجود داره که خب حالا از ایران یا هر مقصدی که دارن اقدام میکنن قبلش کارشون رو انجام داده باشن، با یک کارفرما وارد مذاکره شده باشن، چون کارفرما کار نداره که شما کجا هستی، بگید که قرار وارد آلمان بشید و با کارفرما صحبت کنن، این پوزیشن رو برای خودشون نگه دارن که کاراشون زودتر جلو بره. آها. که بعد از گرفتن پرونده پناهندگیشون سریعا بتونن وارد حالا بازار کار یا پذیرش دانشگاهی که دارن بشن. دقیقاً راه حل خیلی خوبیه. یه سوال دیگه دارم، این دیگه از بحث پناهندگی بریم بیرون. اگه دوستان سوالی چیز داشتید توی کامنت ها بنویسید. از خانم راحیل دوباره یه ویدیو دیگه اگه مساعد باشم میگیریم و اون سوال رو اونجا میپرسیم. این ویدیو بیشتر هم آشنایی هم اطلاعات کلیه که شما از شرایط آلمان یه اطلاعات داشته باشید که بعداً نگید مثلا شما که اونجا نبودید، که من که کلا استانبولا اطلاعاتی اونجا نداری نمیتونی حرف بزنی. خب یه دوستی آوردم که خودش توی آلمان زندگی میکنه و اطلاعاتش نسبت به اونجا جامعه و خودشون هم یوتیوبرن. لینکشو پایین واسهتون میذارم، تو کلیک کن به ویدیوهاشون ببینید، خیلی ویدیوهای خوب و آموزنده ای توش داره که استفاده حتما بکنید، بشید نگاه کنید، دیتا زیادی تو اونجا هستش. حالا سوالاتتون هم نوشتید، دوباره اگه قسمت شد ویدیو میگیریم واسهتون جواب اون سوالا رو میگیریم. سوال بعدی در مورد دانشجوییه. خب ما که الان تو استانبول زندگی میکنیم، اینجا یه خورده شرط اقامت ها مشکل داره و اینکه هر کسی میخواد بمونه الان دیگه توریستی بهشون نمیدن و مجبورن دانشجوی اقدام کنن یه چالش ما ایزین بگیرن. واسه چالش ما ایزین گرفتنش هم باید قبلش یه نوع اقامت داشته باشن که بتونن اون درخواست رو تبدیلش کنن. به خاطر همین اول دانشجو میشن یه 1500 تا 2000 دلار، حالا بستگی به سن اشخاص داره، یه هزینه اینجوری میشه. بعد واسه چالش ما ایزین هم حالا قیمت‌های مختلفی هست، مثلا از 3500 تا 5000 دلار من قیمت دارم. درست که مثلا این پول پرداخت مجموعش رو نگاه کنید، مثلا یه 2000 دلار اون و یه 3500 دلار این و 5000 دلار، 6000 دلار هزینه میکنه تو ترکیه بمونه. یعنی واقعا هزینه خیلی بالاییه. من خودم مثلا میگم اگه همچین کاری قرار باشه کسی بکنم بره کشور دیگه باز بهتره. مثلا آلمان نسبت به اینجا آپشنای بانکیش و آپشنای زندگیش واقعا بالاتره، نه واسه دائم زندگی کردن، یعنی واسه اون مقطعی که با هم صحبت میکرد اون 5 سال واسه اون 5 سال آره اوکیه، مثلا بره اونجا یه پاسپورت اونجا رو بگیره یا آپشنی واسش بشه اونجا خوبه. آلمان دانشجو شرطش چجوریه؟ مثلا چقدر هزینه‌شه؟ تا جایی که من قیمت دارم حدودا بگم 2000 تا 3000 دلار، درسته؟ یه خورده برگردیم عقب‌تر. خب این یه تفاوت خیلی مهم داره، حالا ترکیه رو با آلمان مقایسه کردیم، من توضیح کوچولو بدم. شخصی که میخواد وارد ترکیه بشه یه آپشن خیلی بزرگ داره، اونم اینه که خب ایرانیه و نیازی به ویزا نداره. آه. اما توی اولین قدم شخصی که میخواد توی آلمان دانشجو بشه باید ویزا بگیره. خود این مرحله به نظرم به اندازه همون شرایطی که گفتیم توی ترکیه باید هزینه داشته باشه، هزینه بر و خیلی هم بیشتره. خب
اول باید سطح زبانش رو به بالاترین سطح ممکن برسونه. یعنی اکثر دانشگاه ها میذارن که با B2 قبول دارن، ولی در عمل چون رقابت خیلی بالاست بر دانشگاه های مختلف، با C1 قبول میکنن. این یکی از مسائلی که برای دانشجویی توی آلمان وجود داره. مرحله بعدی خب ویزای دانشجویی هست که باید مبلغ تمکن ارائه بدن کسایی که قراره از طریق ویزای دانشجویی به آلمان مهاجرت کنن، و این مبلغ تمکن جدای از اون بحث شهریه دانشگاه یا هر هزینه کلاس زبان یا کلاس اضافه یه که دانشگاه براشون در نظر گرفته، 12,000 تا هست در حال حاضر. این که سال آینده تغییر کنه نمیدونم، برای 2024 2025 فعلا حدود 11,000 خورده که خیلی نزدیک به 12 هست. خب این میشه هزینه های تمکن. هزینه ترجمه مدارک هست، هزینه کلاس زبان هست، امتحان زبان هست. همه اینا رو کنار بذاریم میبینیم یه هزینه خیلی بالایی باید بده. در کنارش آره میتونه توی یک دانشگاه با رنکینگ جهانی خیلی بالا تحصیل داشته باشه، و خب با هزینه پایین‌تر در مقایسه با بقیه دانشگاه‌ها که بعداً مدرکش هم خب طبیعتاً معتبرتر هست. من یه ویدیو اتفاقاً جدیداً درست کردم ولی فکر کنم هنوز آپلودش نکردیم، که در مورد استفاده از فاندهای مختلف توی آلمان. این گزینه میتونه خوب باشه برای کسایی که نمیتونن خیلی هزینه کنن. خب این یه گزینه خوبه که بتونن از این حالا فول فاندا استفاده کنن، هزینه هاشون رو پوشش بدن. در کنارش اگه دوست داشتن اجازه کار دانشجویی دارن، به صورت پاره وقت هم میتونن 20 ساعت در هفته، بازم قانون در حال حاضر، ممکنه سال دیگه این قانون وجود نداشته باشه، 20 ساعت در هفته میتونن کار کنن که هزینه های یک دانشجو رو پوشش میده. البته یواشکی هم بعضی کار میکنن، خیلی شیده میدن میگن یواشکی میتونی کار کنی، خطرناکه. ولی توی آلمان خیلی درد سرساز تره دیگه، اگه ویزاشون میجه دیگه بعد خداحافظی کنم برای ولی من خیلی ها شنیدم که میگن نه اوکی ما این کار داریم میکنیم، مشکل پیش نیومده حالا هیچ چیزی نمیشه. اون ریسکش دیگه اون قسمتش آره، با خودشون. خودم تو ترکیه واقعا خیلی کارهای ریسکی انجام نمیدم، مگر نه آدم تو همین شرایط خودشو قشنگ تو یکی دو سال همیشه راهای میانبر وجود داره، ولی دیگه انتخابش با خودشونه که این کارو انجام بده. چقدر میخوای ریسک بکنید دیگه دقیقاً با خودتون. حالا شهروندی طرف مثلا اونجا گره پاسپورتش گره، بعد اون میتونه بره یه کشور دیگه زندگی کنه. مسئله چیز مثلا من ایرانی هم دیگه، الان پاسپورت ایران دارم، ملیت ایرانی دارم، اما هم ترکیه اون اونجا هست، اینم اینجا مثلا اگه ملیت اینجا رو بگیرم بشم ترک اینم هست. خب احتمال اینجا که تو ترکیه مثلا همچین چیزی من شنیدم، حالا نمیدونم چقدر رسمیت داره نداره، میگن دولت تو بنده قراردادش نوشته که هر موقع خاص میتونه ملیت اون ملیت رو ابطال بکنه، یعنی پاسپورتتون رو باطل بکنه. یعنی همچین چیزی اینجاست، اونجا هم همچین چیزی هست. این قانون هم خیلی ساله که یعنی تو مجلس گیر کرده، همش دارن در موردش صحبت میکنن که این قانون دو ملیتی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. فعلا در حال حاضر این امکان وجود داره که فرد ملیت اول خودش رو حفظ کنه، ولی اینکه بتونه ابطال کنه برای بعضی کشورها اجرا میشه که ایران هنوز مشخص نشده که بتونه از این قانون استفاده کنه یا نه، ملیت اول خودش رو کنار بذاره. و بعد از گرفتن پاسپورت هم حالا هر کشور دیگه که قصد داره مهاجرت کنه، اگر قرار نیست توی اون کشور بعدی به صورت مستمر باشه، باید هر 6 ماه برگرده به آلمان. این مثلا آره باید رعایت کنه که بعد از گرفتن پاسپورتش هر 6 ماه حداقل یه چند ماهی توی آلمان حضور داشته باشه. مجددا اگه دوست داشت توی یه کشور دیگه میتونه باشه. حالا برفرض اگه نداشتی میشه که اگه دوست نداشت برگرده آلمان، نه مثلا اون 6 ماه رو برنگرد، مثلا یه کاری داره مثلا یه جایی انجام بده، مثلا یه سال مشکل قانونی مواجه میشه دیگه، حالا باید بیاد جواب پس من این کارو انجام ندادم، من اگه انجام دادم و به مشکل خوردم در موردش صحبت کنم. ولی کلا سیستم واقعا اینجوریه، مثلا یکی کد می‌نویسه اونجایی که باگ می‌خوره دقیقاً دستا بزن اونجا اینجا چی میشه اینه به من توضیح. خود از دوستایی که داشتم حالا مثلا آمریکا رفتن، چون معمولا هدف بچه‌هایی که پاسپورت آلمانو میگیرن مقصد بعدیشون قطعا آمریکا. دقیقاً. خیلی شنیدم. آره و میرن حالا 6 ماه میمونن، 3 ماه برمیگردن و مجددا حالا هر جای دیگه که خواستن میرن. من ندیدم تا حالا کسی بره بمونه و این ریسک رو انجام بده. 5 سال مونده پاسپورتشو بگیره، قطعا نمیاد همچین ریسک رو آره قبول کنه که بخواد همچین کاری انجام بده. ما یه دونه ویدیو دیگه در آینده داریم که قرار بذارم، با یه دوستی صحبت کردم و کل دیتا رو گرفتم، ایشون حالا شرایطش نداشتن که توی ویدیو هم باشن، توی استرالیا زندگی میکنن
ببخشید استرالیا نه توی اسپانیا زندگی میکنه، جفتش اس داره قاطی. آره من اصلا میگم استرالیا آره. خیلی شرطه اونجا زندگی میکنه و کارهای دانشی اروپا رو بیشتر داره انجام میده، کار مثلا همون اسپانیا رو با پرتغال مثلا کار دکترا رو انجام میده. یه دیتاهایی گرفتم حالا درباره اونا قراره یه ویدیو منتشر بکنم که شرایط دانشی تو اونجا چجوریه. درباره دانشگاه مثلا آلمان هم صحبت کردیم، یه بهتری شرایط تو هزینه و مداری که باید ترجمه بشه اون چی هست، باز اطلاعاتو میرسیم دیگه، انتخاب با خودتون واقعا. که این نکاتی هم که گفتن ایشون اینجا توی آلمان زندگی کردن، دیتاهاشو دارن که میگن مثلا اینقدر هزینه میشه، و واقعا هزینه میشه، شاید حتی بیشتر هم بشه چون هی شرایط به روز میشه و هزینه ها تغییر میکنه. تو ترکیه هم همینه دیگه، حتی تو ایران هم همینه. الان من برگردم ایران فکر کنم شوکه بشم، خیلی سریعتر هم اتفاق میفته این تغییر هزینه ها. توی اینجا توی ماه انجام میشه، تو ترکیه، تو ایران تو روز انجام میشه، توی مثلا اروپا مثلا تو سال انجام میشه تغییرات. اینجوری یه خورده رونده کندتره اون وقت. حالا درباره اونم ویدیو میذاریم که ایشالا ببینید، خوشتون بیاد و اطلاعات استفاده بکنید. دیگه راه دیگه مثل مثلا ترکیه داره اونجا، مثلا ترکیه اینجوری که میاد سرمایه گذاری میکنه، خونه میخره، مثلا شرکت راه میندازه، میتونه اقامت بگیره. توی آلمان همچین آپشنی هستش یا نه؟ یه اشتباهی که نمیدونم دقیقا منشأش کجا بوده، مؤسسات مهاجرتی بودن یا اولین بار کی راجع به صحبت کرده که میتونن توی اروپا و به خصوص آلمان شرکت خودتون رو به راحتی داشته باشید و حالا بتونید پاسپورتتون رو بگیرید. کسایی که خودشون ساکن اروپا هستن، ساکن اتحادیه اروپا هستن، سال هاست که بودن، شاید بهتر بتونن این صحبت رو درک کنن که شرکت داشتن توی آلمان اصلا به این راحتی نیست. یعنی فکر میکنم توی ترکیه اگه بخوایم درجه سختی داشتن یه بیزینس و شرکت رو بین آلمان و ترکیه مقایسه کنیم، شاید ترکیه 10 باشه، آلمان 110 باشه. خیلی شرایط سخت‌تره و اینطوری نیست که شما حالا چند سال توی بیزینس خودتون توی ایران بودید، حالا بخواید یه شعبه رو توی آلمان داشته باشید. کسی که قراره توی آلمان یک بیزینس شخصی داشته باشه یا حتی یک شعبه از بیزینس شناخته شده خودش که سالها کار کرده داشته باشه، حداقل باید دو تا شعبه دیگه توی دو تا جای شناخته شده دنیا داشته باشه، مثلا دبی. انقدر برند خاصی باشه که بتونه کارش توی آلمان بگیره که منجر به گرفتن پاسپورت بشه. یعنی اینطوری نیست که یه شرکت کوچیک باشه بیاد بخواد آلمان کار کنه و موفق شه اونجوری که حالا مؤسسات میگن و در موردش تبلیغ شده. درست. این از این مسئله. ولی در حالت کلی با ثبت شرکت امکان پذیر اقامت آلمان. فکر میکنم برای ایرانیا انقدر سخت باشه که کسی سمتش نیست. خب پس حالا واسه چیز چطوره؟ مثلا خونه خریدن، حالا شرکت گفتیم. بله. قضیه خونه به چه صورت سرمایه‌گذاری، خونه بگیره، میتونه بمونه اونجا، نه بازم خیلی ربطی به خونه نداره، چون خونه رو شما یه حالتیه که باید تقریبا میشه گفت روی همه خونه ها باید وام بگیرید و وام رو به کسی میدن که شرایط استیبلی داره و کسی که شرایط استیبلی داره طبیعتا چند سال کار کرده توی آلمان و کسی که کار کرده ویزاش رو داره، پاسپورتش رو داره، پس اصلا نیازی نداره به این گزینه. و وقتی در مورد اینا صحبت میکنیم میگیم وجود نداره، شاید بقیه اینا رو پشتش نمیبینن، این جزئیات رو نمیبینن، میگن خب ما دیدیم که کسی خونه خریده و الان اقامت رو داره، اون این توضیحات رو نداده که من قبلش کار میکردم، قبلش اقامتم رو داشتم و عملا این خونه خریدن تأثیری روی گرفتن اقامت من نداشته. یه خورده قوانینی که توی آلمان هستن سخت گیرانه ترم و سختگیرانه هم اجرا میشن. توی خیلی از کشورها یه سری قوانین وجود داره که فقط در حد وضع قوانینه. ولی در حد وضع قوانینی، یعنی توی مرحله اجرایی که میخواد اجرا بشه واقعا اونجوری اجرا نمیشه. اما توی آلمان بهتون قول میدم هر قانونی که وجود داره حتی سفت و سخت‌تر از اون چیزی که نوشته شده اجرا میشه. سوالات من واسه این ویدیو همینا بود، حالا زیاد نمیخوام ویدیو رو کش بدم، حالا همینجوری هم تایم زیاد شد، ولی اطلاعاتی به دست آوردیم که واقعا خیلی از شرکت‌ها، مؤسسات مهاجرتی واقعا نمیگن. ما همیشه صادقانه رو راست داریم میگیم که
بتونید استفاده بکنید. اگه سوالی چیز داشتید توی کامنت ها بنویسید، حتما میپرسیم، یه ویدیو جداگونه واسهتون منتشر میکنیم. این بچه هم اگه آروم بشینه دو دقیقه تموم شد ویدیو، دو دقیقه صبر کن، آفرین. توی کامنت ها بنویسید، اونم حتما میپرسیم، ویدیوشو میگیریم واسهتون میذاریم. اگه نکته چیزی مونده میخواید اضافه بکنید؟ من چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی اگه باز توی کامنت ها سوالی باشه حتما توی ویدیو بعدی جوابش میدیم، یا نمیدونم توی کامنت ها هر جایی که باشه بالاخره به جوابش جوابتون میدیم. آره، در کل دیگه نگران نباشید. حتما کانال ایشون رو فالو بکنید، این پایین میذارم لینکش رو کلیک بکنید میرید داخلش دیگه، نمیخواد که اون بالا تایپ بکنید خودتون اذیت کنید. لینکش توی دیسکریپشن یا کپشن یا همون جفتش دیگه، اینقدر تو نیستا و یوتیوب هستیم دیگه قاطی کرد، میتونید اونجا کلیک بکنید برید داخل پیجشون و صفحه یوتیوبشون رو نگاه کنید و لایک کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ. خدا نگهدار.